آقای دبیران، ما میدونیم که به دلیل سیاست مماشات با رژیم آخوندها طی سالیان شاهد سانسور بسیاری از فعالیت‌های این مقاومت در رسانه‌های غربی هستیم، اما در مورد این تظاهرات اینطور نبود. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که در این تظاهرات با این عظمت در برلین مهر سکوت شکسته شد؟ به واقع هم یکی از شاخص‌های موفقیت کهکشان برلین خب انعکاسات گسترده مطبوعاتی اون بود. چالش‌هایی که باش ما مواجه بودیم، یک بودش این بود که الان شما گفتید که به دلیل سیاست مماشات خب تمایل مسلط و خود به خودی خب پوشش دادن به این گردهمایی عظیم نبود، ولی ما با چالش‌های دیگه هم اون روز مواجه بودیم، از جمله همزمانی دو واقعه دیگه که یک مشکل تکنیکی رو در واقع به ما تحمیل می‌کرد و بعد براش راه حل در می‌آوردیم. مسابقات فوتبال قهرمانی اروپا و کنگره سراسری یکی از احزاب آلمان در همون روز، این دو واقعه توجهات خلاصه بخش زیادی از مطبوعات رو معطوف خودش کرده بود. با این حال باید بگم که تیم رسانه‌ای و مطبوعاتیمون خیلی خوب عمل کرد، گزارشات کیفی قبل و بعد از کهکشان و تعداد زیاد به اصطلاح خبرنگارایی که حاضر شدن تو صحنه، اینا همش خودش مؤید این هستش که به حال موفقیت بزرگی بود. این محصول یک کار جمعی و تلاش پیگیرانه اشرف نشان‌ها بود که بسیار شایان قدردانیه. پیش درآمد این به اصطلاح مجموعه انعکاسات یک گزارش بود در مورد اعلام حمایت 530 نماینده آلمانی از مقاومت ایران که ابتدا توی روزنامه‌های اشتوتگارتر ناخریشتن و بادیش سایتونگ و چند رسانه دیگه منتشر شد. همینطور یک مصاحبه نسبتاً مبسوطی با خانم رجوی در مورد نمایش انتخابات رژیم منتشر شد با این عنوان که رژیم به ندرت به اندازه امروز متزلزل بوده. چندین مصاحبه زنده تلویزیونی و رادیویی توسط مسئولین جوامع ایرانی از جمله خانم سهر صنایعی انجام شد، یا مقالاتی که به قلم به اصطلاح سیاستمدارای حامی مقاومت آقای مارتین پاسرت و یا دکتر یونگ وزیر دفاع سابق آلمان تو روزنامه معتبر مثلا دیولت درج شدن. چندین گزارش خیلی جالب و مفصل هم بعد از صحبتی که خبرنگارای آلمانی با اعضای کانون‌های شورشی مجاهدین در داخل ایران داشتند منتشر کردند. اینا گزارشات مفصل از جمله توی روزنامه رند فالس بود، یک مورد یک صفحه کامل گزارش زده بود. روزنامه فرانکفورت روندشا بود زده بود. برای خبرنگارها خیلی جالب بود که عضو کانون شورشی مجاهدین در داخل ایران هم میگفت که کهکشان برلین توجهات رو در داخل خودش، در داخل کشور به خودش چیز کرده، جلب کرده و به سیاستمدارای خارجی توصیه میکردن که اگه میخواین تصویر درستی از ایران بگیرید به تظاهرات برلین نگاه کنید. یک مقاله محتوایی رو باید اشاره کنم که این مقاله محتوایی و مفصلی بود که به قلم سردبیر روزنامه مهم برلینی تاگسشپیگه تو صبح روز تظاهرات پخش شد با تیتر بزرگ تظاهرات بزرگ ده ها هزار نفری علیه آخوندها در برلین در مورد انتخابات در ایران. تلویزیون ها هم گسترده انعکاس دادن. بخش اصلی خبری تلویزیون برلین، تلویزیون آر بی بی و همینطور تلویزیون کانال دو، تلویزیون رویترز، کما که خبرگزاری خود آلمان، خبرگزاری فرانسه، فکر میکنم تمامی آژانس‌های عکس بین‌المللی و آلمانی با
اکثر فراوان به این تظاهرات پوشش دادن. مجموعاً بیش از 1000 انعکاس مطبوعاتی این تظاهرات داشت که کمک جدی کرد به رسوندن پیام این تظاهرات و خاص مردممون به گوش سیاستمداران و افکار عمومی. بله، ممنونم از توضیحاتتون. بپردازیم به جنبه دیگه از پیامدهای این تظاهرات بزرگ و اون هم در ارتباط با رژیم آخوندی. کهکشان مقاومتیان در برلین چه واکنش هایی رو از طرف رژیم برانگیخت و رژیم چه اقداماتی کرد؟ اثرگذاری واقعی تظاهرات برلین رو به نظر من میشه در واکنش های رژیم دید. خب همه میدونیم که تبلیغات منفی کردن، تبلیغات دروغین، تهدید، ارعاب و باجگیری گروخون این رژیمه و به قول معروف جزء دی ان ای خلاصه جنایتکارایی هستش که در ایران و بر کشورمون حاکم هستن. منتها باید جلوش ایستاد. رژیم از همون بد و اطلاع از گردهمایی عظیم برلین فشاراشو شروع کرد ولی شکست خورد و به نظر من بد جوری هم شکست خورد ولی صداشو در نیاورد. نامه‌نگاری های مفصلی کرد توسط انجمن های پوششی وزارت اطلاعات مثل انجمن نجات، حابیلیان و امثال هم، به سفارت آلمان توی تهران و یا به مقامات آلمانی توی برلین. یک آخوندی که نقش یک قاضی رو در واقع بازی میکنه در یک دادگاه نمایشی توی تهران علیه 104 تن از مجاهدین اینو خلاصه صحنه گردانی میکنه، این آخوند خیلی بدون پرده و واقعا به صورت ابلهانه‌ای چند هفته قبل از تظاهرات اومد و دولت آلمان رو تهدید کرد و از اداره آلمانی خواست که اجازه تجمع و تظاهرات به مجاهدین ندن و خلاصه حساب عواقبش رو بکنن. این واقعا به صورت مزهکی. خب این از روی کاغذی هم داشت محتیم بیچه، خب یه کاغذ دستش داده بودن که بخونه و تلویزیون رژیم هم پخش کرد و برای خبر نداشت که اینجا با حاکمیت آخوندی که توش حقوق پایه‌ای مثل آزادی بیان و آزادی تجمعات مفهومی نداره، خب فرق داره. قبل از تظاهرات لابیا دم و دنبالچه‌های رژیم که بعضن حتی تحت پوش اپوزیسیون، تحت عنوان اپوزیسیون یا پوش خبرنگار و متخصص امور ایران در اینجا و اونجا ظاهر میشن، اینا هم دست به کار شدن تا جلوی به اصطلاح تظاهرات رو بگیرن، مانع بشن، سنگ اندازی بکنن. عوامل رژیم همون موقع تو فضای مجازی شروع به تهدید جانی سخنران ها کردند و حتی برای بعضی پاداش برای سرشون تعیین کردند، چیزی که قبل از هر چیز ماهیت تروریستی رژیم و سپاه پاسداران رو برای ادارات آلمانی بیشتر برملا میکرد. نهایتاً هم روز قبل از برگزاری تظاهرات رسانه ها خبر دادن که وزیر خارجه موقت رژیم این باقری کنی با وزیر خارجه آلمان خانم بربوک تماس تلفنی داشته و تو اونجا هم تلاشش کرده بود که از اهرم فشار دو تابعیتی ها که تو ایران به گروگان نگه داشته شدن از این استفاده بکنه ولی خب موفق نشد. این یه جنبش بود. باید بگم که ما همزمان هم ما خودمون در واقع شاهد واقعا زبونی و درماندگی بی سابقه ای رژیم بودیم در مقابل فعالیت‌های مقاومت در سطح اجتماعی. یعنی رژیمی که نتونسته بود از اون مجاری سیاسی با دیپلماسی گروگانگیری و تهدیداتش جلوی تظاهرات بزرگ مقاومت رو بگیره، سعی می‌کرد به صورت واقعا زبونانه، به صورت واقعا با عجز زیاد بخوام بگم،
جلوی اومدن تک تک شرکت کننده ها رو بگیره که اینا به برلین نیان. چطوری؟ ما گزارشات متعددی داشتیم که رژیم با تبلیغات دروغ و فشار به خانواده کسانی که میخواستن تو تظاهرات بیان از اونا میخواست که به اقوامشون تو اینجا بگن در تظاهرات برلین شرکت نکنن، خبر دروغ پخش میکرد که این گرده همایی امن نیست و یا برای خانواده هاشون گرون تموم میشه و از این سان خوزبلات. و باید بگم که هموطنانمون، هموطنان آزادمون، هموطنان آگاهمون الحق که با حضور قوی و فشردهشون تو روز تظاهرات یک جواب محکم و قاطع به رژیم دادن و رژیم رو سرفکنده کردن. بی اقراق میشه گفتش که گرد همایی برلین اونم تو فردا، یعنی تو شرایطی که در نظر بگیریم تو فردای اون نمایش انتخابات که اکثریت قریب به اتفاق مردم هم اونو تحریم کرده بودن، این گرد همایی یه ضربه گیج کننده دوم بود برای رژیم. و این حرف اصلا تبلیغی نیست. شما توجه کنید که رژیم واقعا وقتی که دید هیچ کدوم از اقداماتش به جایی نرسید و نتونست جلوی برگزاری تظاهرات بگیره با فشارهای سیاسی که بود، نتونست مانع اومدن شرکت کننده ها بشه، اومد از زبون همون به اصطلاح آخوندک قاضی نما، آخوندکی که نقشه قاضی رو اجرا کنه، تو همون اولین جلسه دادگاهش علیه مجاهدین بعد از این تظاهرات آثار این ضربه گیج کننده رو به نظر من به وضوح بارز کرد. گفت هر کس که توی تظاهرات به دعوت مجاهدین از این به بعد تو هر جا تو خارج کشور شرکت میکنه تحت تعقیب قرار میگیره، اسمش رو به این دادگاه، یعنی به دادگاه رژیم بدن تا براش درخواست پیگرد بکنه از طریق انترپول و پلیسای اروپایی هم به زعم اون فرد رو بگیرن و به ایران مسترد کنن. خب شما حتما به این بلوفای پوچ میخندید و حق هم دارید یا بخندید. کلمه به کلمه این حرفا به دلیل غیر عملی بودن، به غیر غیر منطقی بودن که حتی در تصور ذهنی هم نمی گنجه، بسیار ابلهانه و احمقانه به نظر میرسه. ولی خب این واکنش ها بیان یک واقعیت هم هست و اون اینکه تا کجا این گردهمایی عظیم، این تظاهرات عظیم، راهپیمایی عظیم در برلین یک رژیم بقایت پوسیده رو هراسان کرده. بله آقای دبیران، شما الان به مجموعه اقدامات رژیم در ارتباط با تظاهرات و ممانعت از شرکت اشاره کردید و پیامدهایی که بعدش برای رژیم داشت، اقداماتی که بعدش کرد. ما ولی طی ماهای اخیر شاهد یک مجموعه اقداماتی هم از طرف دولت آلمان علیه رژیم آخوندی هستیم، از جمله بستن مراکز تروریستی خیلی قدیمیش مثل مسجد هامبورگ و غیره. به عنوان آخرین سوال اگه ممکن به اینم پاسخ بدید که ابعاد این اقدامات چی بوده و چطور شده که آلمان اینقدر حساس شده؟ حقیقتش اینه که فشار سیاسی و فشار افکار عمومی روی دولت آلمان برای اقدام قاطع علیه رژیم خب بالاست. واقعیت امرم اینه که اقداماتی که الان از طرف دولت این کشور تو ماهای اخیر به خصوص در یک ماه گذشته صورت گرفته، خب با یک دیر کرده چندین ساله داره اتفاق میفته. وقتی در نظر میگه خب خود این مقاومت بارها خواستار این اقدامات شده بود. با این حال بسیار مهمه، چون به نظر من یک چرخش رو در سیاست نشون میده، یک چرخش ناگزیر رو در سیاست نشون میده و علامت شکست هست، علامت بنبست هست، بنبست سیاست مماشات با رژیم جنایتکار خامنه ای. به طور خاص توی آلمان از قیام 401 اعتراضات در داخل آلمان نسبت به سیاست
سکوت و بیعملی دولت این کشور خب در قبال رژیم خیلی بالا گرفت. در این وسط از اون زمان تا الان خب این جنگ طلبی های رژیم، جنگ افرازی های رژیم در اوکراین که یکی از طرف های جنگ شد با ارسال پهباد و خلاصه مهمات و تجهیزات موشک و اینا به اونجا، و جنگ افروزی های رژیم در ده ماه گذشته در خاورمیانه، اینا چیزایی بودش که به این فشار دامن میزد. در چندین لایحه پارلمانی از دولت آلمان خواسته شده بود که خلاصه برای فشار اقدامات عملی مشخص بکن، لیستگذاری سپاه در سطح اروپا رو پشتش برو و در داخل خود آلمان هم مراکز رژیم رو تعطیل کن. در رأس اونا مرکز به اصطلاح اسلامی هامبورگ که بعد از سفارت جای دوم مؤثر رژیم تو اینجا محسوب میشه و زیر مجموعهش رو خواستار این بودن که تعطیل بشه. شورای ملی مقاومت هم که از دیرباز خواستار بستن این مرکز جاسوسی و ترور شده بود و بارها سر این افشاگری کرده بود. تو اسنادی که توقیف شدن از دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی که در تیر 97 یعنی ژوئیه 2018 توسط ادارات نهادهای آلمانی دستگیر شد، اونجا هم رد پای مراکز به اصطلاح اسلامی رژیم در هامبورگ و مونیخ دیده شد که از این مکانها به عنوان مکانهای ملاقات این تروریست با سایر عوامل رژیم ایران استفاده می شده. فاکتور بسیار زیادی بود. نهایتا در آبان ماه گذشته دادستانی آلمان دستور تفتیش مرکز اسلامی هامبورگ رو داد و 55 محل وابسته به رژیم تو 7 ایالت که انبوهی مدارک و موقع ضبط شدند و اخیرا در 3 مرداد یک صدور به اصطلاح دادستانی حکم ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ صادر شد و وزارت کشور هم این رو اعلام کرد. وزارت کشور فدرال آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و انجمنهای وابستش اینا ممنوع هستند، بسته میشن. این مراکز با 53 مکان که مرتبط بود با رژیم توی 8 ایالت دوباره مورد یورش قرار گرفت. 4 تا از این مراکز در همین شهر برلین بود. 3 هفته قبلترش امام جماعت مرکز اسلامی رژیم در برلین تو فرودگاه برلین متوقف شد و همراه همسرش به ایران دیپورت شد. در ماهای اخیر ما شاهد این بودیم که باز گزارش ادارات امنیت آلمان که اومد، گزارش سالانه شون که در اومد اساسا توی 2 ماه گذشته، هم اینا هم در واقع روی این تاکید میکردند که تهدیدات تروریستی از جانب رژیم بالا رفته، روی فعالیت های جاسوسی سرویس اطلاعاتی رژیم دست میذاشتند، اینکه به اصطلاح ادارات مشخصا ادارات امنیت آلمان تو ایالت های هامبورگ و نورن وستفالن مشخصا صحبت از این میکنن که شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق هدف مقدم فعالیت های جاسوسی رژیم تو آلمان هستن. یعنی سرویستهی این مراکز اهم از سفارت و مکانهای به اصطلاح دیپلماتیکش تا همین مراکزی که گفتیم، سرویستهی اینها برای تروریسم امری خلاصه واضح و آشکار بود، ولی خب اراده سیاسیش تا الان نبود. واقعیت اینه که اراده سیاسیش تا الان نبود، یعنی الان هم فقط یه بخش کوچیکی، کسی که شبکه رژیم در اینجا رو بشناسه میدونه که این فقط یه بخش کوچیکی از یک شبکه بزرگ از جرائم سازمان یافته و جاسوسی و ترور هستش که افشا و ممنوع شده. اونجی که این فضای تنفسی رو برای
واقعا بعد از جنایات سازمان یافته اسبرگ، جنایات سازمان یافته ای رژیم در خاک اروپا امکان پذیر کرده سیاست مماشات بوده و هیچ چیز دیگه نیست. سیاستی که هر یه روزوتر واسه متوقف بشه. به هر حال حرف اصلی این هستش که گام‌های بعدی چه خواهد بود یا چه میتونه باشه و ما به صفت مقاومت ایران خواستار این هستیم که سایر مراکز رژیم هم بسته بشه، عوامل رژیم از آلمان اخراج بشن. اینو بارها اعلام کردیم. فعالیت‌ها و افشاگری‌هامون در مورد مراکز بنیادگرایی رژیم و شرکت‌های پولشویی که عموماً به سپاه پاسداران هستن رو ما با تمام قوت ادامه میدیم. ظرف ماهای گذشته 3 شرکت رژیم رو افشا کردیم که چطوری تحریم‌ها رو دور میزنن، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، و ما جارو کردن رژیم رو، اخراج عواملش از آلمان رو یک تعهد و وظیفه خودمون در مقاومتمون میدونیم و یک تعهد و وظیفه ملی نسبت به هممیهنانمون. بله، خیلی ممنون از شما آقای دبیران که در برنامه هفته شرکت کردید، به سوالات ما پاسخ گفتید و براتون در ادامه فعالیتتون آرزوی موفقیت میکنیم. من هم برای شما آرزو موفقیت میکنم. بسیار سپاسگزارم از این فرصت که به من دادید. تشکر و خدا نگهدار شما. دوستان گرامی، گفتگوی بود با آقای جواد دبیران، پیرامون کهکشان مقاومت ایران در برلین و تأثیرات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون. در همینجا برنامه ما به پایان میرسه و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار همگی.